سلام همگی، چطورید؟ با چپتر جدید مانگای ماهیرو آکادمیا آل فور وان به داستانمون برگشته و مقابل دکو شیگاراکی قرار گرفته. درسته که ما فکر میکردیم باکوگو کامل کشتتش، اما ذره ای ازش داخل شیگاراکی زنده مونده بوده و الان خودشو نمایان کرده. چپتر 418 با عنوان قلب کوچیک با مواجهه شدن دکو با اولین حادثه وحشتناکی که شیگاراکی رو تبدیل به آدم بدی کرد شروع میشه. دکو سری متوجه احساسی میشه که تو گانگا حس کرده بود و برای جلوگیری ازش سری شیگاراکی رو صدا میزنه، ولی کار از کار گذشته و شیگاراکی با فعال کردن دیکی سگش مان رو میکشه. دکو متوجه میشه که این اولین باری بوده که شیگاراکی از کورک خودش استفاده کرده. وقتی شیگاراکی باورش نمیشه که چنین کاری رو با سگش کرده، خواهرش میاد تا به خاطر خراب کردن همه چیز سر اون معذرت بخواد، اما دکو سری متوجه میشه که داستان قراره چطوری پیش بره و این اتفاق هسته اصلی آسیب پذیری شیگاراکیه. توی خاطره واقعی شیگاراکی خواهرشو میگیره و با دیکی میکشتش، اما اینجا دکو با شکل بچگیش جلوشو میگیره و خواهرشو نجات میده. تو چپتر 417 اشاره شد که دکو میتونه تو ذهن شیگاراکی تغییر ایجاد کنه و خاطرات رو عوض کنه، اما فکر نکنم که واقعیت اصلی با این کار تغییر پیدا کنه و هرچی اینجا میبینیم که داره اتفاق میفته تو جهان کورک هستش. دکو میخواد هر طوری که شده به خاطراتی که شیگاراکی رو به این روز انداخته پایان بده و در حالی که دستش شروع به از بین رفتن میکنه اشاره میکنه که تو جهان خاطرات هستن و باید تجسم کنه که دستای شیگاراکی رو ول نکنه. شیگاراکی از طریق بدن بچگیش از دکو میپرسه که چرا داری این کارو میکنی، که دکو جواب میده چون داری گریه میکنی. دکو با تلاشش میخواد شیگاراکی رو آروم کنه و بهش احساس آرامش بده، چون تو این خاطره تو بدترین شرایطی که ممکنه آدم توش باشه قرار داره که اونو از تنکو تبدیل به شیگاراکی آدم کش کرده، اما شیگاراکی کمکشو نمیخواد و در حالی که احساسات تنکو وارد دکو میشن، شیگاراکی میگه با تصمیم و اراده خودش بوده که خونه و خانوادهشو از بین برده، مگر نه چرا این دستای نابودگر رو داره؟ کی میتونه بهش توضیح بده که چرا اینطوری دنیا اومده؟ بچه‌ها این حرفو نشون میده که شیگاراکی تمام تقصیرها رو داره گردن خودش میندازه، در حالی که خودش تو این ماجرا قربانی بوده و با این کورک نابودگر دیکی دنیا اومده، ولی به نظر میاد که این کورک برای خودش نبوده و آل فور وان بهش دادتش، که جلوتر براتون توضیح میدم. اینجا دکو یاد حرفای نانا میفته که گفت این قسمت که جایی هستش که شیگاراکی خانوادهشو کشته بخش ضعیف و آسیب پذیرشه، برای همین با اینکه شیگاراکی داره عقب میرونتش ولی نباید ولش کنه. احساساتی که از شیگاراکی وارد دکو میشه نشون میده که در یک ترازوی متعادل بهت و غم و اندوه در یک طرف و نفرت شدید و بیرون ریختن احساساتش در طرفی دیگه قرار دارن و شیگاراکی مردده که به کدوم طرف احساساتشو ببره. اینجا نفرت شیگاراکی زیادتر میشه و با شدت بیشتری دست دکو رو از بین میبره، ولی دکو نمیخواد بکشتش، که اینجا دکو یاد حرفش با وستج ها قبل شروع جنگ پایانی میفته، که گفت ممکنه راه دیگه ای غیر از کشتن شیگاراکی وجود نداشته باشه و نمیدونه که وقتی وقتش فرا رسید چیکار میکنه. وستج ها اعتقاد داشتن که شیگاراکی عوض نمیشه و دکو نمیتونه به راه بیارتش، پس بهترین راه کشتنشه، اما در حالی که دستای دکو از شدت دیکی دارن نابود میشن، میگه که وقتی یه نفر دستاشو گرفت احساس آرامش کرد، که این گرفتن دستش مربوط به آخرهای آرک دارک دکو هستش که ایدا دستای دکو رو تو وضعیت بدی که داشت میگیره. دکو میگه که اونم برای همین اینجاست تا دست شیگاراکی رو بگیره و آرومش کنه، که اینطوری آخر دکو با از دست دادن دستش به هدفش میرسه و شیگاراکی یاد خاطرات خوبش میفته که تو پارک با میکون و تومو بازی میکرد، که همین دوستاش بودن که بهش گفتن که میتونه آلمایت بشه و این موضوع خوشحالش کرد، یعنی تنکو از اول طرف قهرمانا بوده و همیشه بر ضدشون نبوده. اول کمی با این خیالها لبخند میزنه، ولی سری یادش میاد که اون یک ویلنه و شیطانه و همه چیزو نابود میکنه، و در حالی که ویلن های دیگه مثل توگا، توایس و اسپینر و دابی و مستر کامپرس کنارش وایسادن، میگه که اگه تمام نفرتش از بین بره و تبدیل به آدمی تو خالی بشه، ولی هنوز باید قهرمان ویلن ها و آدم های بد باشه، که میبینیم آدم هایی که از زندگیشون خسته شدن و میخوان جهان از بین بره، از شیگاراکی میخوان که همه چی رو نابود کنه. خب بچه ها، این اولین باری بود که شیگاراکی از احساسات واقعی حرف میزنه و هنوز که هنوزه اون فکر قهرمان بودنش رو داره، ولی شرایط زندگیش و پیدا شدنش توسط آل فور وان همه چیز رو عوض کرد. اما حتی با بد شدن شرایطش و عوض شدن کامل زندگیش سعی کرد که قهرمانی برای ویلن ها باشه. توگا و اسپینر و دابی مثل
نسل شیگاراکی به خاطر کوارک وحشتناکشون دوران بچگی بدی داشتن که باعث شد تبدیل به ویلن بشن و قربانی شرایط بد زندگیشون بودن. از این رو شیگاراکی میخواد آلمایت چنین آدمایی باشه. همینجا تو همین لحظه اتفاق بزرگی تو جهان واقعی میفته و انگشتایی که دور شیگاراکی رو گرفته بودن از بین میرن و مردمی که پای تلویزیون داشتن این ماجرا رو میدیدن از این موضوع شوکه میشن. از خاطرات شیگاراکی به فلش بکی از پدرش میریم. موقع راه رفتنش تو خیابون یک نفر صداش میزنه که کوتارو با دیدنش میگه او تو همونی هستی که تو ساختمون سازی کوگا دیدم. کاملا مشخصه که کسی که اینجا داره با کوتارو حرف میزنه آل فور وانه و قیافه شوکه شده شیگاراکی هم تاییدش میکنه. سر نخ مهمتر اینه که آل فور وان برای قرنها زندگی کرده و شرکت‌های بزرگی زیر دستشن که قسمتی ازش که اینجا میبینیم ساختمون سازیه و بیمارستان‌های مختلف و یتیم خونه ها و خانه های سالمندان هم زیر نظرش بودن که از طریق دکتر گاراکی همه اینها رو کنترل میکرده. آل فور وان متوجه کمردرد کوتارو میشه که سال به سال داره بدتر میشه. برای همین بهش میگه دکتر خاصی سراغ دارم که منظورش از دکتر خوب یوجی کوه که پدر شیگاراکی میگه که نمیخواد و زیاد مهم نیست. تو یک فلشبک دیگه ما کوتارو و آل فور وان رو تو جایی میبینیم که تو اوایل داستان مقر لیگ ویلن ها بود که دارن با هم حرف میزنن و آل فور وان در مورد کوارک تنکو ازش سوال میپرسه که کوتارو جواب میده که تنکو هنوز کوارکشو نگرفته. ما میدونیم که تنکو تا 5 سالگی کوارک نداشت که این به این معنیه که در اصل قرار نبوده که کوارک داشته باشه. پس تنکو هم درست مثل دکو بدون کوارک دنیا اومده. به نظر میاد که وقتی آل فور وان این خبر رو میشنوه کوارک دیکی رو بهش میده تا خانواده‌شو ناخواسته بکشه و نشانه نفرت بشه و بعد اینکه به اندازه کافی قوی شد بتونه با این قدرت وان فور آل رو شکست بده. دکو اینجا ناگهان متوجه حرکاتی میشه که از تنکو نیستن که یک دفعه تو این جهانی که دکو و شیگاراکی داخلشن آل فور وان به صورت سری بزرگ بیرون میاد و شیگاراکی رو میخوره. فکر نکنم که بکشتش ولی بهش میگه که ای بدن نگهدارنده احمق من، دکو که هیچ کس نیست باعث شد نظرتو عوض کنی، تو میخوای بدون از بین بردن ضعفت قوی تر بشی، چقدر احمقانه. برای همینه که تا الان هیچ تصمیمی رو به اراده خودت نگرفتی. ما اینجا داریم میبینیم که آل فور وان سورومو رو گنده داره راحت حرف میزنه و انگار که اصلا نمرده، چون ما دیدیم که باکوگو آل فور وان رو کشت و هیچو پوچش کرد و فکر میکردیم که همه چی تموم شده، ولی نه، آل فور وان هنوز اینجاست. به نظر میاد که این آل فور وان نسخه اصلی کورک آل فور وان که ذره هایی ازش تو شیگاراکی وجود داره، به خاطر اینکه آل فور وانی که با باکوگو جنگید کپی دیگه ای از خودش داشت. میپرسید سینا چرا آل فور وان الان ظاهر شده؟ خب شیگاراکی داشت با محافظت از هسته خودش از بیرون زدن آل فور وان جلوگیری میکرد و نمیذاش که در بدنش ظاهر بشه، ولی وقتی دکو اومد هسته احساساتش رو نابود کرد دیگه چیزی نبود که جلوی آل فور وان رو بگیره و تو بدن شیگاراکی ظاهر شده و الان میخواد همه چیزو برای خودش کنه، چون این آل فور وان از کوارک اصلی و اورجیناله. به هر حال مشخصه که آل فور وانی که اینجاست خاطره نیست و واقعیته، چون حتی ادیتورم میگه که آل فور وان به پا خواسته و دکو و شیگاراکی میخوان چیکار کنن. این حرف به شدت داره به این اشاره میکنه که دکو و شیگاراکی قراره با هم همکاری کنن تا آل فور وان رو شکست بدن، چون دکو الان هیچ کوارکی نداره و تمام وان فور آل رو برای شکوندن دیواره هسته روح شیگاراکی مصرف کرده. الان هیچ وستجی براش نمونده و حتی یویچی که اولین وان فور آله رفته، ولی ممکنه که همونطوری که آل مایت بعد دادن قدرت وان فور آلش به دکو بازم قدرت داشت، دکو هم راهی برای دوباره فعال کردن قدرتش داشته باشه، یا اینکه قراره با آل فور وان تو این جهان وستج به جای جهان واقعی بجنگن و دکو تو این جهان قدرت داره. به خاطر اینکه دیدیم شکلش تو این جهان تغییر کرده و دستاشو از دست داده، پس ممکنه بتونه دستشو برگردونه و خودشو قدرتمند کنه. و چیز جالب دیگه‌ای که من میخوام ببینم مربوط میشه به جنگیدن وستچای وان فور آل با آل فور وان، چون همشون حسابی دارن که باید باهاش صاف کنن. من واقعا از دیدن وان فور آل خوشحالم، چون تو حالتی مرد که برای ویلن بزرگ داستان مسخره به نظر میومد و برگشتنش باعث میشه که چپترهای پایانی داستان پر از هیجان بشه، چون اکثر فنهای شونن جنگهای بزرگ و شدیدی از کاراکترهای داستان میخوان، پس هرچی جنگ بیشتر بهتر. به احتمال زیاد ما مقابله آل فور وان و با برادرش هم خواهیم داشت و یادمون نره که اویاما کوارکش داشت تغییر میکرد و قوی تر میشد، پس ممکنه که اونم وارد جنگ بشه و بمیره، چون خیلی عجیب میشه که تو این جنگ وحشتناک حتی
یه دونه قهرمان هم نمیره. هوریکوشی سنسه داره بهمون نشون میده که آدم بده شیگاراکی نیست، بلکه آل فور وانه، درست مثل وضعیتی که اوبیتو و مادارا تو ناروتو داشتن. تئوریای خودتون رو در مورد آینده داستان تو کامنت ها بگید و روی ویدیویی که روی صفحه میبینید کلیک کنید و ببینیدش. و دوستتون دارم و شما رو توی ویدیوی بعدی خواهم دید. آیرو گنگ بدرود.